ابر مسئله یا اصلی ترین مشکل در ایران کنونی چیست؟ در پرگار این هفته از دو مهمان داخل ایران سوال میکنیم تا ببینیم جواب آنان به چه توصیفی از اوضاع ایران میانجامد. سلام، جواب این سوال که ابر مسئله ایران چیست، خواه ناخواه جواب به سوالهای دیگر هم هست، از جمله اینکه راه حل چیست. در آستانه سده جدید در ایران می توان از ابر مسئله ای نام برد که حل اون یا گشودن آن زمینه گشایش های دیگر را فراهم بیاورد. در شروع قرنی که پشت سر می گذاریم، کسانی که پیشتر در جنبش مشروطه شرکت کرده بودند هنوز خواهان قانون بودند و راه حل آن را در مجلس قانونگذاری می جستند. در طول این قرن تحولات دیگر ابر مسائل دیگر پیش کشید. کسانی که در جنبش ملی کردن نفت دخیل بودند مسئله را در ربودن منابع ملی توسط استعمار و راه حل را در ملی کردن نفت دیدند. در انقلاب ایران و در تحولات ماندگار پس از آن، از دوم خرداد تا جنبش سبز، می شود صورتبندی های متفاوتی دید از طرح یک مسئله اصلی و انگیزه و امید برای به کرسی نشاندن راه حل آن. آیا در آستانه سده جدید در ایران می شود از ابر مسئله نام برد یا از اصلی ترین گره نام برد که باز شدن گره های دیگر در گره باز شدن آن است؟ امیر خرم، تحلیلگر و کنشگر سیاسی، می گوید حاکمیت جمهوری اسلام ایران از آبان ماه 98 به این سو از شبه اقتدارگرایی به سوی اقتدارگرایی کامل سیر کرده. از او خواهیم پرسید منظورش چیست. عباس عبدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی، او هم در تهران، میگوید مسئله یا مشکل اصلی این است که نهادهای مهم از جمله نهاد دین کارکرد خود را در ایران از دست دادند، اما نهادی که جامعه را در شرایط کنونی نگاه داشته به نظر ایشان نهاد دولت است. از او خواهیم پرسید منظورش چیست. اما ابتدا آقای خرم، با این صحبتی که با من داشتید، مبنی بر اینکه از آبان 98 نظام جمهوری اسلامی از شبه اقتدارگرایی به سمت اقتدارگرایی کامل سیر کرده، به ما بگید اولا منظورتون چیه، دوما چطوری این رو ربط میدید به سوال اصلی برنامه در مورد ابر مسئله یا مسئله اصلی در ایران؟ ضمن عرض سلام خدمت شما جناب آقای عبدی و بینندگان محترمی تو، من باید یه قدم برم عقب‌تر، مقدمه‌ای عرض بکنم تا به پاسخ سوال شما برسم. ببینید، از نظر من در حال حاضر نظام سیاسی ایران دچار سه بحران هست: بحران مشروعیت، بحران کارآمدی و بحران اخلاقی. بحران اخلاقی به جهت فساد گسترده و ساختاری هست که نظام با اون درگیر هست. بحران کارآمدی عدم بکارگیری اصول عقلانی و علمی در مدیریت کشور هست که بسیاری جاها ما نمونهاش رو میبینیم. اما مهمتر از همه اونها بحران مشروعیت هست، چرا که من معتقدم که اون دو بحران هم در نهایت به بحران مشروعیت نظام اضافه میشن. این بحران مشروعیت یعنی چی؟ به حالا به تمثیلی که شما به کار بودید، ابر بحرانی که در جامعه وجود داره. مشروعیت یک نظام سیاسی یعنی باور جمعی مردم، مردمی که در ظل یک نظام سیاسی زندگی، به اعتبار اون نظام سیاسی، هر چقدر باور مردم به اعتبار اون نظام سیاسی بیشتر باشه، اون نظام مشروع‌تره و بالعکس. من اعتقاد دارم که در شرایط موجود جامعه ما این بحران، این مشروعیت دچار خدشه شده. در نگاه بسیاری از مردم ما دچار خدشه شده. وقتی که یک نظام سیاسی با بحران مشروعیت مواجه میشه، به طور طبیعی به سمت بکار بردن زور عریان و خشونت میره.
آبان 98 رو شاید از همین نقطه بشه یک نقطه عطف تونسته بشه. ببینید تا قبل از آبان 98 من نظام رو یک نظام شبه اقتدارگرا تعریف می‌کردم، نظامی که همچنان اعتقاد داره که باید نهاد انتخابات بر سر جاش باشه با تمام اون محدودیت‌هایی که ایجاد می‌کردن. اما بعد از آبان 98 اولین انتخاباتی که برگزار میشه در 4 ماه بعدش، ما میبینیم که عملا به سمتی داریم میریم که نهاد انتخابات داره دچار اضمحلال میشه. به این جهت هست که من اعتقاد دارم که آبان 98 یک نقطه عطف بود و از اون نقطه نظام سیاسی ایران، حالا اگر فرصتی بود دلایلش رو هم عرض خواهم کرد، از یک نظام اقتدارگرا داره شیفت پیدا میکنه، پارادایم شیفت پیدا میکنه به سمت یک نظام اقتدارگرای کامل. و در یک نظام اقتدارگرای کامل عملا نهاد انتخابات مزمحل میشه. به همین خاطر هست که از همین الان هم میبینیم که برای انتخابات آتی عملا فضا نی داره پیش میره که به همون شکل انتخابات قبلی باشه و رقیب امکان حضور در انتخابات رو نداشته باشه، حتی با فرض اینکه ما حضور گسترده مردم رو در صندوق‌های رأی نداشته باشیم. بله. چنانچه در انتخابات پیشین در دور اول حدود 20% و در دوم حدود 10% مردم در انتخابات شرکت کردن. این بله. نهاد انتخابات. آقای خرم، شما این توصیف رو که پیش از برنامه کردید گفتید که در چنین شرایطی سناریوهایی که پیش رو میبینید نه انقلاب و نه اصلاح بلکه فروپاشیه. منظورتون چیه؟ درسته. ببینید وقتی که جامعه‌ای که دچار بحران هست دچار بی‌ثباتی میشه، مردم احساس بی‌ثباتی میکنن. شما این بی‌ثباتی رو هم در حوزه اقتصاد میتونید به عینه مشاهده بکنید، از وضعیت بورس گرفته قیمت‌ها و غیره و غیره تا حوزه سیاست، اینکه یه فعال مدنی، فعال اجتماعی، فعال سیاسی، حتی فعال محیط زیستی نمیدونه چطور باید عمل بکنه که سر و کارش به دادگاه و زندان و بازجویی ها کشیده نشه. این یعنی بی‌ثباتی. جامعه ای که احساس بی‌ثباتی بکنه به دنبال راهی برای تغییر میگرده تا این تغییر اون رو به ثبات برسونه. این راه ها راه های مختلفی هست. شما از کودتا و حمله نظامی بگیرید، چنانچه میبینیم حالا خیلی ها مثلا علاقه مند به این بودن که یه موقعی آقای ترامپ مثلا حتی به ایران حمله نظامی بکنه. این خواست یه بخشی از جامعه است برای تغییر، برای خروج از این حالت بی‌ثباتی. یک واقعیته حتی اگر عمومیت نداشته باشه. کودتا هست، حمله نظامی هست، براندازی هست، انقلاب هست، فروپاشی هست و گذار خشونت پرهیز به دموکراسی. من به این جهت انقلاب رو در شرایط فعلی میسر نمیدونم، برای اینکه حداقل 3 شرط ایجابی داره انقلاب: رهبری وجیه الملل، سازمان گسترده اجتماعی و ایدئولوژی انقلاب. این 3 شرط در شرایط موجود وجود نداره. در نتیجه اون چیزی که به طور جدی میتونه بحث بشه یکی براندازی هست و یکی فروپاشی. براندازی به اعتقاد من به عنوان یک گفتمان هنوز مرحله مفصل بندی آرتیکولیشن هست، هنوز قدرت گفتمانی پیدا نکرده که به عنوان گفتمان رقیب مطرح بشه. بنابراین اون چیزی که راهی که برای تغییر در مقابل جامعه میمونه برای خروج از وضعیت بی‌ثباتی امروز فروپاشی هست. بله. فروپاشی به اعتقاد من 3 مرحله داره و 3 شرط داره که اجازه بدید شروط در کنار. بله، اجازه بدید این جزئیات رو بگذاریم برای ادامه برنامه و از آقای عبدی بپرسیم. بله. که همونجوری که شما گفتید فرمول بندی ایشون از ابر مسئله کنونی ایران یا مشکل اصلی چیه؟ به عنوان مقدمه من بگم که یه مقایسه شما کردید آقای عبدی در صحبت‌های پیش از برنامه با من که برای من تازه بود، من نشنیده بودم. این مقایسه بین شرایط حال حاضر و پیش از انقلاب بود. گفتید پیش از انقلاب ایران نهادهای مهمی چون دین، چون خانواده، اینها کار خودشون رو می‌کردند، اما نهاد دولت نه به معنی کابینه، معنی حاکمیت، این کار خودش رو نمی‌کرد. در حال حاضر معتقدید عکس اینه، یعنی نهادهای مهمی که جامعه رو نگه می‌دارن مثل نهاد دین کارشون رو نمی‌کنن و دولت به معنی حاکمیت کار خیلی از این نهادها رو میکنه و جامعه رو نگه داشته. میشه فرمایید منظورتون چیه؟ بله،
بله، منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی، هم خدمت جناب آقای خرم و بینندگان محترمتون. والا در مورد اون ابر مسئله من اول یه توضیح بدم. فکر می‌کنم که ما از زمان مشروطیت، نه فقط ما، همه جوامع دچار این مشکل هستن که میخوان یه وضعیت که وجود داره که این وضعیت قاعدتا وضعیت سنته به یه جامعه مدرن و جدید منتقل بشن. این فرایند بسیار فرایند سختیه، مقاومت میشه توش، خونریزی میشه توش، انواع اقسام اتفاقات رخ میده. این فرایند به نظر من الان داره به مراحل اوجش میرسه. به عبارت دیگه اون بخش سنت و بخش مدرن یه نوع موازنه قوایی دارن میرسن که این موازنه قوا یا باید با خشونت انجام بشه یا با یه نوع تفاهم و سازش. خشونت به یه دلایلی مردم زیر بار این نمیرن، اما تفاهم و سازش این چیزیست که کاملا فکر میکنم ازش دفاع میشه و راه حل ما اتفاقا تو اینه. اما اون سوالی که شما فرمودید، ببینید جامعه چیه؟ اصلا وقتی ما میگیم جامعه ایران یعنی چی؟ خب جامعه فقط 80 میلیون آدم نیست که، یه سری نهاد هستن که این آدم ها، این افراد از خلال این نهادها دارن اجتماعی میشن، ارتباط برقرار میکنن. نهاد دین هست، نهاد دولت هست، نهاد رسانه هست، نهاد آموزش هست، نهاد اقتصاد. اینا نهادهای اصلی ما. واقعیت اینه که نهادهای موجود غیر کارکردی شدن، غیر از نهاد حکومت. وقتی که میگم غیر از نهاد حکومت، منظور این نیست که نهاد حکومت داره کار خودش رو درست انجام میده، نه. نهاد حکومت یکی از مهمترین وظایفش ایجاد امنیت و حفظ جامعه است. اما این ایجاد امنیت دو جور صورت میگیره، یه وقت به صورت مکانیک، یه وقت به صورت ارگانیک. منظورمون چیه؟ مکانیک عین یه سری دیوار، شما دیوارای بدون ملات رو بچینید، آجرا رو، این دیواره، ولی در نهایت ممکنه که با اولین ضربه فرو بپاشه. بله، از این حیث به نظر من ساختار ایران خیلی آماده و مستعد فروپاشیه، از قبلم گفته شده. اما اون طرفش اینه که مردم در این حال که میبینن نهاد دین ناکار آمده، نهاد آموزش به شدت ناکار آمده، نهاد رسانه فوق ناکار آمده و نهاد اقتصاد هم که دیگه همه میدونیم وضعش چونه. تنها این وسط نهاد خانواده است که یه مقدار کار کرده، خودش رو حفظ کرده، اونم واقعا دیگه توانش رو نداره بیشتر از این وظایف رو به عهده‌اش بگیره. بنابراین تنها چیزی که جامعه ایران رو حفظ کرده فعلا نهاد دولت به معنای همون حکومت. اما این حفظ فایده ای نداره، به ادامهش فایده ای نداره، مگر اینکه راهی پیدا شه برای تفاهمی شکل بگیره که بر اساس اون نهادهای دیگه کم کم بازسازی و احیا بشن. نهاد از به نظر من مهمترینش نهاد رسانه است در شروع کار، و همینطور نهاد اقتصاد و نهاد آموزش و غیره. این میخوام از این حیث بهتون عرض کنم که این گیری که الان وجود داره، این شکاف و دعوایی است که بین گرایش به سنت و گرایش جامعه جدید وجود داره. این توی ایران به یه دو تا دلیل مشخص فرایند عادی رو طی نکرده. اولش نفته، یعنی همیشه پول زیادی به این مملکت تزریق می شده، حکومت مستقنی از جامعه می کرده و برای خودش یه مسیر رو می رفته. مثلا شاه می گفت من می خواهم این مملکت رو برسونم تمدن بزرگ، و یکی نمی گفت آخه تو چی کاره ای که می خواهی به تمدن بزرگ برسی؟ خب تو هم یه دونه مسئول یه کشوری، این جامعه است که باید به این سمت حرکت بکنه. کاری که رضا شاه کرد، کاری که پسرش کرد، در تعارض با این مشارکت اجتماعی و روند اجتماعی بود. کاری که بعد از انقلاب هم اخیراً داره صورت میگیره یه شکل دیگه از همین ماجرا هست. اینا هم میخوان جامعه رو اسلامی کنن، در حالی که هیچ وقت فکر نمی کنن خب اونا که نمیتونن این کار رو بکنن، که خود این جامعه است که باید تصمیم بگیره به چه سمتی حرکت کنه. بنابراین اگه من بخوام مختصر بگم،
اینه که نفت همیشه این عنصری بوده که اجازه نمیداده جامعه ما یه مسیر عادی رو بره. یکی دیگه هم قدرت های خارجی. البته قدرت های خارجی همیشه یک نقش رو نداشتن، توی مقاطع قوی تر بودن، توی مقاطع ضعیف تر بودن و توی مقاطع دیگه هم مثلا میانه وضعیت قرار داشتن. بنابراین من معتقدم که اون چی که الان ما باهاش مواجه هستیم، مسئله که ما باهاش مواجهیم اینه که چگونه به یه تفاهمی برسیم که این گذار به یه شکل مسالمت‌آمیز و کم هزینه رخ بده. بله. این مستلزم به رسمیت شناختن طرفین نسبت به هم دیگه است. آقای خرم، تا چقدر شما امیدوار هستید این به گفته آقای عبدی این گیر، این معضل اصلی، این مسئله گذار با تفاهم و سازش به نتیجه برسه؟ برای اینکه تصویری که شما دادید نشون میده که یک طرف به کلی اقتدارگرایی کامل پیشه کرده و در چنین شرایطی تا چقدر زمینه تفاهم هست؟ بله، من در این حال که امیدوار هستم که تحلیل جناب آقای عبدی درست در بیاد، اما این نگرانی رو هم دارم. ببینید، همین که عرض میکنم نهاد انتخابات در ایران داره دچار اضمحلال میشه. حاکمیت در مقابل این بحران مشروعیتش دو راه داشت عملا. یکی که تلاش بکنه مشروعیت قانونی خودش رو تقویت بکنه و راه دوم این که از مشروعیت دور بشه و بره به سمت سرکوب، استفاده از زور عریان و خشونت، و این به نظر من راه دوم رو انتخاب کرد. آبان 98 از این جهت یک نقطه عطف هست که حکومت تکلیف خودش رو روشن کرد و داره میره به سمت اقتدارگرایی. آقای عبدی، من مطلب آقای خرم رو درک میکنم، ولی معتقدم این پذیرش این عقیده به لحاظ اخلاقی و سیاسی محل بحثه. اجازه بدید مثال بزنم، شاید قضیه روشن بشه. شما بیاید سال 1354، شاه سرکوب کرده، خیلی کارهای دیگه هم کرده، حتی دوتا حزب هم ورشه یه حزب گذاشته، آخرش هم میگه هرکی نمیخواد مطابق معیارهای رستاخیز باشه راشو بکشه و بره یا سکوت کنه و خفشه. خب یه کسی که تو اون مملکت تو اون شرایطه چه برداشتی میکنه؟ اولین برداشتش همینه که آقا دیگه به بنبسته، بیاید ما یا باید بشینیم این سیستم به فروپاشی برسه یا برش بندازیم، که رفتن تو مسیر براندازی. اما امروز که به ماجرا نگاه میکنیم میبینیم خب میتونست مسیر دیگه ای هم حرکت کنه. چرا؟ به خاطر اینکه یه مقدار این نوع گزاره ها رو بهش با اطمینان گفتن، این گزاره فعالیت متناسب خودش رو ایجاد میکنه. من اگه یه نفر تو چین باشم یا تو ژاپن باشم این حرف رو راجع به ایران بزنم، این تحلیل رو بزنم، تحلیل من که هیچ اثری تو ایران نداره، که اونجا تحلیل خیلی خالص. اما من نمیتونم اینطوری به این نتیجه برسم که یعنی یه نوع حدی از انفعال رو ترویج کنم. ببینید، من یه مثالی براتون میزنم، این خیلی مهمه. توی ارتش میگن اگه هواپیما حمله میکنه بهتون، کلتم دستتونه بهش شلیک کنید. برای چی؟ برای اینکه هیچ، در این حال که کلت هیچ اثری رو هواپیما نداره، هیچ اثری، اما میگه نشون میده که تو هستی، داری زندگی میکنی، داری کار میکنی، میری جلو، برای اینکه خودتو وجودتو ثابت کنی. بنابراین من معتقد نیستم که ما میتونیم راجع به پدیده های واحد این نوع تحلیل های قطعی بله. و بهش به نتیجه برسیم که ناسازی کنه. بنابراین راهمون چیه؟ خیلی مختصر، باید کوشش کنیم وضعیت رو بهبود ببخشیم. بد شدن شرایط خودش یکی از نتایج اینه که یه امیدی رو ایجاد میکنه توی بروز خروج از جریان ها. در منال من مقدمات تحلیل آقای خرم رو رد نمیکنم، خیلی هم موافق این عقیده هستم. بله آقای خرم، آیا نتیجه گیری که شما میکنید به گفته آقای عبدی مایه انفعال خواهد شد؟ یعنی جامعه به سمت فروپاشی میره، بحران جدی هست در تمامی زمینه ها، و به گفته آقای عبدی این به جای اینکه ایجاد امید بکنه، انگیزه رو از بین میبره
و همه اونهایی که مسائل ایران رو از نزدیک دنبال میکنن میگن که مسئله یأس و ناامیدی یکی از اون مسائل مهم جامعه ایرانه. ببینید، وقتی یه بیماری دچار سرطان هست، من نمیتونم به اون نگم که تو دچار بیماری سرطان هستی، یه سرماخوردگی و با یه مثلا آسپرین مشکلت حل میشه. من در مقام انذار و توصیف موضوع هستم، نه تجویز. من دارم توصیف میکنم وضعیت جامعه رو و حکومت رو انذار میدم که اگر به فکر نباشی، جامعه راه خودش رو پیدا میکنه و به سمت فروپا و به سمت تغییر میره. این تغییر هم در شرایط موجود تنها راه ممکن یا مناسب ترین راه که در مقابلش هست فروپاشیه. من نمیخوام امید کاذب به کسی بدم، در این حال که به عنوان یک کنشگر تلاش خودم رو میکنم، در نوشته ها و مطالب قبلی خودم هم راهکار ارائه دادم که چطور میشه جلوی این واقعه رو گرفتش. ببینید، فروپاشی سه مرحله داره که ما الان در مرحله اول و دومش هستیم. اینا ای که بگم اول و دوم به جهت این سه مرحله با همدیگه همپوشانی دارن. مرحله اول فروپاشی اخلاقی است، مرحله دوم فروپاشی اجتماعی، که این دو زمان بر هست، ممکنه چند سال هم طول بکشه. همونجوری که آقای عبدی فرمودن، 54 شاه به اصطلاح یک حکومت اقتدارگرای کامل بود و 3 سال بعدش ساقط شد اون نظام سیاسی. یعنی که این فرایند زمان برد و به نتیجه رسید. من نگران همین هستم که معتقدم که این فرایند فروپاشی در سطح اخلاقی و در سطح اجتماعی شروع شده و داره میاد جلو. هر موقع این دو پیمانه پر بشه، اینا ظروف مرتبط است. بله. وارد ظرف سوم خواهد شد که فروپاشی سیاسی است و فروپاشی سیاسی در موقعی که زمان زیادی نخواهد بود. بله. فروپاشی سه شرط هم داره. خیلی کوتاه لطفاً، خیلی کوتاه. شرط اولش این هست که اکثریت قابل توجهی از جامعه به جایی برسن که چیزی برای دست دادن احساس بکنن ندارن. شرط دومش این هست که علاوه بر این اکثریت چیزی برای دست دادن ندارن، امیدی هم به بهبود اوضاع در آینده نزدیک نداشته باشن. شرط سوم همین هستش که ماشین سرکوب حکومت دچار استهلاک شده باشه یا ایدئولوژی حکومت قدرت اقناعی خودش رو از دست داده باشه. این متاسفانه، تأکید میکنم متاسفانه، این سه شرط داره در جامعه ما خودش نشون میده و داره رو گسترش پیدا میکنه. اگر گسترش پیدا بکنه، ما موظفیم به عنوان یک کنشگر که به حکومت انذار بدیم که راهی که داره پیش میره نه از تاج نشان خواهد موند نه از تاج نشان. آقای خرم، در چنین شرایطی تا حدی توصیفاتون با هم مشابه اما نتیجه گیری ها متفاوت. در چنین شرایطی نتیجه گیری که آقای عبدی میکنه اینه که نهادی که به گفته ایشون مملکت رو نگه داشته، یعنی نهاد حاکمیت رو، نباید تضعیف کرد. اما به نظر میاد شما نتیجه گیری به کلی متفاوتی میکنید. نبینید، من احساسم این هست که سخن بنده و جناب عبدی تفاوتی نداره. ما از دو زاویه مختلف داریم نگاه میکنیم. من از زاویه توصیف دارم به بیان موضوع میپردازم، ایشون از زاویه توصیه. من توصیه های ایشون رو قبول دارم به عنوان کنشگر. تمام تلاشم این هستش که نه جامعه و نه نظام سیاسی دچار اضمحلال نشه. اما در مقام توصیف موظف هستم که اون چیزی که در پیش رو هست به عینه نشون بدم و امید کاذب به کسی ندم. واقعا شرایط پیش رو شرایط امید بخش نیست. امید کاذب، امید واهی، اینو شما باید انتخاب کنید. امید چیزی نیستش که فقط بر اساس واقعیت بیرونی باشه. بله، ممکنه شما برید توی کویر، اونجا بگی من اینو که دارم میکنم یه امیدی به آب برسم. چی میاد میگه آقا این اصلا امیدت واهیه، اینجا آبی وجود نداره، آبم باشه اینقدر شروعه که به درد نیست. چرا؟ چون بر اصل یه تجربه اینو میگه. ولی ما بر حسب برای کنش اجتماعی امید خودش زاینده است. اینطوری نیستش که ما فکر کنم که این یه چیز کاملا واهی هستش. من همین الان این سؤال رو مطرح می‌کنم. امشب خوابیدیم، فردا ممکنه یه اتفاقی بیفته تو جامعه که یه پنجره باز بشه. خب چرا باید این امیدمون رو از دست بدیم؟ ببینید، هر چی که داره شرایط بحرانی تر میشه، به یه معنا فقط برای مردم نیست که بحرانی میشه، برای حکومت هم داره بحرانی میشه.
این حکومت باید به سوالای زیادی و نیازها و مطالبات زیادی جواب بده. همینطوری که داره میره جلو و نمیتونه این کارو بکنه، به ناچار باید تغییری تو خودش بده. خب حالا سوال سر اینه که آیا راهی رو دیگران براش پیشنهاد میکنن که یه تغییر رو بده، تغییر به صرفه‌ای؟ اینجا امید اینجاست که منتقدین جامعه همیشه باید یه راه‌های متناسبی رو جلوی سیستم حکومتی بذارن که برای اونم به نفع و به صرفه باشه. در واقع سیستمی که مدافع سنته، نیروهای طرفدار مدرنیته و نیروهای جدید باید همیشه راه‌های مسالمت‌آمیز و مقرون به صرفه رو جلوی اون قرار بدن. آقای عبدی، این راه‌های مقرون به صرفه یا مسالمت‌آمیز کم جلوی نهاد حاکم گذاشته نشده. منظورم از نهاد حاکم فقط دولت طبیعتاً نیست، نیروهای حاکم کم نبوده در چند دهه اخیر؟ نیست؟ نه، اینطوری نیست. من قبول ندارم. این یه ذره پیچیده است، ممکنه وقتتون رو بگیره و اینطوری. این نیروها شجاعت کافی رو برای این کار ندارن. من تجربیات گذشترم دیدم. ببینی مهمترینش تو 88 88 رفتاری رو انجام دادن که کل دیگه این فرایند رو دوچار اختلال کرده. اینطوری به این راحتی نمیتونن از 88 بگذرن. وقتی که من از 88 صحبت میکنم مطلقا منظورم این نیستش که اون طرف مشکل نداشته. من مشکلات بسیار بزرگ خودش رو داشته. من تو مطالبم مفصل اونا رو توضیح دادم. اما مشکلات حکومت مسئله اینوره و نه توجیه عملش. بنابراین جریان 88 جریان که نشون داد اینور اراده کافی برای عبور مسالمت آمیز از وضعیت سنت و وضعیت مشکلات که وجود داره به یه وضعیت معقول نداره. به محض اینکه فرصت پیش بیاد ساز دیگه ای ممکنه بزنه. به نظرم این یه نکته بسیار کلیدی که همیشه خودمون جای اونورم بگذرد. آیا خیلی کوتاه نقد شما اینه که جنبش سبز یک حرکت رادیکال بود، تا اون حد رادیکال که نیروهای حاکم نتونستن حذف کنن؟ یه حرکت، ببینید، بله، یه حرکت زیانبار مطلق بود. نگاه من با آقای عبدی در این نقطه متفاوت هست که ایشون معتقد امید هستن، ولی من از خلال صحبتشون برداشت کردم که ما باید به مردم امید بدیم. این درسته، اما نباید به حکومت امید بدیم. به حکومت باید انذار بدیم. حکومت باید بدانه تبعات رفتارش در جامعه چی هست. اینو باهاتون موافقم. اینو موافقم کاملا. تردیدی نکن. بله بله، اون چیزی هم که من عرض میکنم انذار ترساندن مردم نیست، ایجاد وحشت در بین مردم نیست. انذار به حکومت هست که بدانن که این رفتار شما داره جامعه رو به سمت فروپاشی ببره و در نهایت همونجوری که عرض کردم نه از تاج نشان خواهد ماند و نه از تاج نشان. مخاطب من حکومت هست. این یه نکته. اما در مورد بحث نکته دوم که عرض میکنم، من هم مانند جناب آقای عبدی به دوستان اصلاح طلب خودمون نقدهای جدی دارم که این در مطالب گذشته خودم هم بارها مطرح کردم و معتقدم که اونها ظرفیت حمل اندیشه اصلاح طلبی رو نداشتن، ظرفیت حمل گذار به دموکراسی رو نداشتن متاسفانه، و این شد که الان پروژه هم عملا با شکست مواجه است. در مورد مسئله جنبش سبز من خیلی با جناب عبدی همدل نیستم. ببینید اونجا جنبش سبز خود من و خیلی دیگه در اون درگیر بودیم، بابتش هم چند سال رو زندان گذاشتم، یک جنبش خشونت پرست. اما چی هست که ندانه حکومت آمدانه این جنبش رو به سمت خشونت برد تا بهانه‌ای برای سرکوب پیدا بکنه. یعنی اون کسی که این جنبش رو به سمت خشونت برد مردم نبودن، افرادی از خود حکومت بودن. من خودم همواره بر خشونت پرستی تاکید کردم و در جنبش سبز هم حضور داشتم، اما هیچ موقع درگیری رو خشونت نکردم چون اصلا اعتقادی به این کار نداشتم. جنس جنبش سبز همونجوری که جنس جنبش اصلاح طلبی در سال 76 از جنس خشونت پرستی، اما به جهت قدرتی که داشت و ممکن بود تاثیرگذار باشه در ساخت قدرت، بخش هایی از حکومت تلاش کردن که اون رو به سمت خشونت ببرن تا بهانه‌ای برای سرکوب بشه. بله، من هم اعتقاد دارم که نتیجه کار نتیجه مطلوبی نه برای ملت، نه برای
حکومت. بله. در مورد جنبش سبز اینم من با آقای خورم مخالف نیستم که سیستم اونو به این سمت برد، اما ببینید این که دلیل نمیشه که یک کنشگر سیاسی که نباید اجازه بده که سیستم براش تعیین تکلیف کنه، باید حواسش به این موضوع جمع باشه. حالا اگه اونا بردن این نشون دهنده ضعف این بره. این عینه اینه که من حمله کنم روی دروازه طرف مقابل اما اونا فوروارداشون قوی باشن، دفاع ما هم ضعیف، یک ضد حمله گل بزنن. خب نمیشه گفتش که خب اونا گل زدن، خب برای اینکه من حواسم نبوده. من انتقادم به جنبش سبز و جریانات 88 مربوط به الان نیست. من قبل از وقوع این ماجرا مفصل نامه نوشتم که وارد این فرایند نشید. این فرایند نه اصلاح طلبانه است و نه منجر نتیجه میشه. مفصلم نوشتم، همش هم در دسترس هست، میتونم بارها هم اینو تکرار کردم. بنابراین خب میگم که این چیز جدیدی نیست که من میخوام بهش بگم. بله. اما در مورد نکته جنوالی ببینید، من وقتی که یاد دولت احمدی نژاد میفتم واقعا اصلاً خورد میشه که چجوری ما توی مملکت رسیدیم که همچی سیستمی همچی دولتی داشت، رو یادم واقعا خجالت میکشید. اما همون هم معتقد بودم که نباید دولت معنی استیت رو ضعیف کرد، اما این بناش نیست که این کارش خوبه. این که شما فرمودید کار نهادهای دیگر رو میکنه، این ضعف دولت. دولت که نباید کار نهادهای دیگر رو بکنه. نهاده واقعا تو ایران چون میره کارهای نهادهای دیگر رو میکنه، کارهای اونا رو خراب میکنه، باید کارهاشون خودشون انجام بده. ولی مسئله اینه آقای عبدی، این حرف شما که نباید دولت به معنی استیت رو تضعیف کرد، در اقدام عملی به چه می انجامه برای کنشگری که به گفته شما میخواد گذر کنه از این در واقع موزه؟ الان توضیح میدم. این از پیچیدگی های امر سیاسته. با یه سؤال با یه پاسخ کوتاه نمیشه حلش کرد. ما تو سیاست همیشه با یه تناقض‌های عجیب و غریبی مواجه هستیم، باید انتخاب کنیم. من پاسخم به این سوال شما کنش خودمه. کنش من و شما می‌بینید، هر روز مطلب دارم، انتقاد می‌کنم، فلان می‌کنم، نقدم می‌کنم، بعضاً هم ممکنه نقدم رادیکال باشه، اما در این حال معتقدم چارچوب رو باید حفظ کرد. اونو نباید اجازه داد حل بشه. یعنی در واقع بیش از اینکه یه پاسخ یه خطی به شما بدم، دارم با عمل خودم اینو نشون میدم. این محصول این اگه به این نتیجه رسیدیم شکلش اتفاق جمعیه. غیر از این من هیچ جواب خیلی رو شسته رفته‌ای براش ندارم. شکلش تفاهم جمعیه آیه. بله 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 دقیقاً. یعنی ببینید سیاست اینطوری نیستش که بتونیم رو کاغذ بنویسیم این فرمول ریاضی. باید تفاهم جمعی اصول رو که پذیرفتیم ما ببینیم چجوری میتونیم یه راهی برای این قضیه پیدا کنیم بریم جلو. آقای خرم، چنین چیزی تا چه حد با اون توصیفی که شما کردید شدنیه؟ حل مسائل کلان ایران، حل ابرمسئله ایران که توصیف‌های مختلف البته ازش شنیدیم. آقای عبدی میگن مسئله گذار، شما معتقد هستید از پس سه بحران بزرگ برآمدن، ایشون میگن از طریق تفاهم باید عبور کرد از این، تا چقدر ممکنه و چه شکل عملی پیدا میکنه این تفاهم؟ ببینید کار دشواری هست به این جهت عرض میکنم که ما باید دو نکته رو مد نظر داشته باشیم و با تجمیع این دو نکته پروژمون رو جلو ببریم. این دو نکته، یکی نقد هست. من کنشگر سیاسی وظیفم نقد ساختار قدرت هست، ساخت قدرت هست. من تا در مدت خیلی وقت پیش مطلبی نوشتم تحت عنوان در باب نقد و در جنگوان کردم که یه نقد باید شامل سه شرط باشه. اولا آگاهانه باشه، ثانیا منصفانه باشه و ثالثا محترمانه باشه. باید این شروط رو در نقد یک فرد یک ساختار رعایت. این نکته اول. نکته دوم اون چیزی که من فکر میکنم آقای عبدی هم با بنده هم باشن، فضای عدم اعتمادی است که در بین نیروهای سیاسی و حکومت وجود داره. ما باید تلاش بکنیم فضای عدم اعتماد رو به اصطلاح مرتفع تا امکان گفتگو فراهم بشه. گفتگو موقعی فراهم میشه که دو طرف هویت طرف مقابل خودشون رو به رسمیت بشناسن و این از یک ضرورت برمی‌خیزه.
یعنی اولا حکومت به ضرورت اصلاح خودش پی ببره و نیروهای کنشگر در درون جامعه هم هویت حکومت رو به رسمیت بشناسن. اون چیزی که من دارم تلاش میکنم به عنوان یک کنشگر در راستای ایجاد یک فضای اعتماد متقابل و با انجام نقدهای خودم تلاش بکنم که حکومت به فکر اصلاح خودش باشه و من رو به عنوان کنشگر به رسمیت بشناسن. ولی این تلاشی که شما میکنید با اون توصیفی که در ابتدا کردید اینا منافات داره، یعنی توصیف اولیتون حاکی از این بود که چنین تلاشی به ثمر رسیده و اکنون هم به سمتی داریم میریم که بهترین در واقع توصیف براش پرتگاهه. بله ببینید، یه موقع من در مقام توصیف چیزی بود که عرض کردم که جامعه ما داره به سمت فروپاشی میره، اما در مقام تجویز علاوه بر خودم برای کنشگران دیگه این هستش که ما جلوی این واقعه رو باید بگیریم. بله من چون بزده نکته، من با دیدگاه آقای خرم کاملا موافقم با دو تا شرطی که گفتن. فقط سوالم همون است که شما گفتید، اگر اون توصیف قطعیه این نتیجه رو نمیده، فقط بگیم که خب نه، این ادامه این ممکنه به اینجا منجر بشه. من اینو باش موافقم، ادامه این وضعیت ممکنه منجر بشه. بنابراین باید کوشش کنیم که بین طرفین یه فرایندی شکل بگیره که این وضعیت ادامه پیدا نکنه و اونجا منجر بشه. یعنی قطعی نیست این توصیف. آقای خرم، شما گفتید کار یک کنشگر سیاسی نقد ساختار سیاسیه. آیا واقعا فقط همینه؟ برای اینکه برداشت من از حرفای عبدی اینه که کار کنشگر سیاسی نه فقط نقد ساختار سیاسی، بلکه نقد جریان‌های سیاسی دیگه هم هست، نقد اپوزیسیون هم هست و برداشتشون از حرکت جنبش سبز ناشی از همین دیدگاهشونه. شما فکر میکنید فقط ساختار سیاسی رو باید نقد کرد؟ اگر چنینه چطور میشه؟ من در این مورد توضیح بیشتری میدم. بذارید پس آقای خرم بگن، بعد خدمت شما خواهیم پرسید. بله ببینید، اولا من یه نوع تکمیل بکنم صحبت آقای عبدی رو. ببینید این بحث فروپاشی یک فراینده و دقیقا من با نظر شما موافق هستم. اگر قطعیت داشت که دیگه انذار حکومت معنا و مفهومی نداشت. من دارم انذار میدم به جهت اینکه این ماشین داره میره به سمت دره و تلاش میکنیم، تلاش جمعی که جلوی سقوطش رو بگیریم. بنابراین با شما هم دل هستند. بله. اما در مورد این مطلبی که شما فرمودید، نه ببینید، من همون جوری که آقای فرمودن اعتقادم، من در نوشته های قبلی خودم دقیقاً در کنار نقد حکومت به نقد جریان اصلاحات به عنوان قوی ترین اپوزیسیون قانونی داخل کشور هم پرداختم و به نقد جریان های سیاسی داخل کشور هم پرداختم و همینجور برانداز ها اونها رو هم نقد کردم و تلاش کردم که نقدم در تمام این زمینه ها آگاهانه، منصفانه و محترمانه باشه. خیر، من محدود نمی کنم به حکومت. جریان های سیاسی هم به همون اندازه نیازمند نقد هستن. شما میخواستید تکمیل کنید آقای عبدی؟ بله، ببینید، بیش از 100 ساله که این جامعه داره کوشش میکنه برای اینکه این فرایند رو به نتیجه برسونه و اینا. تا حالا چندین حکومت هم کمابیش یا کل حکومت یا به یه شکلهای دولت ها و اینا عوض شده، به نتیجه نرسیدن. این به نظر من نشون میده که گیر اصلی تو پزشکاست، پزشکان سیاسی. این کلمه پزشک نمیخوام استفاده کامل بکنم برای فهم مطلبه. به نظر من مشکل اصلی جامعه ایران تو منتقدا و اپوزیسیونشه. این به این معنی نیستش که حکومتش مشکل نداره، چون اگه اون مشکل نداشت که دیگه اصلا همه این موضوعات سالمه به انتفاع موضوع بود همه این بحثا. اون مشکل داره، مشکل اصلی تو راه حل هاییست که ارائه میشه. بنابراین تو این مرحله و تو هر مرحله دیگه اولین گام اینه که منتقدین بگن ما تا حالا مشکلمون چی بوده که هی حتی وقتی هم که به نتیجه میرسیم دوباره برمیگردیم نقطه سر خط. این چیه؟ من بنابراین در این حال که وقت بخش عمده ای از انتقاداتم متوجه عمل کرده
حکومت، به خاطر اینکه اون یه واقعیت است که میگیم، ولی همه اون معطوف به اینه که منتقدا به یه جایی برسن که یه خط مشی درستی رو انتخاب کنن برای عبور مسالمت‌آمیز از این وضعیت گذشته به یه وضعیت جدید. آقای عبدی، شما به نظر میاد مشکل رو به کلی متفاوت میکنید از اون چیزی که بوده. حتی اگر اون توصیف شما رو بپذیریم، عاملی که مانع گذر از جامعه سنتی به جامعه مدرن شده، خیلی هم معتقدن استبداده. شما الان اون وقت بار مسئله رو بر دوش منتقدان استبداد میگذارید و در توصیف دقیقا. چرا؟ برای اینکه راه حل های مسالمت آمیز ندادن. چند دهه اخیر نشون داده که دادن ولی نتیجه نگرفتن. به قول آقای خرم اصلا بله راه حلای غیر مسالمت آمیزش هم دیدیم. اگه بخوایم ببینید، استبداد مسئله است، مانع. شما انگار که خط بارله رو گذاشتید جلوتو، میگید که این اجازه نمیده ما ازش عبور کنیم بریم مثلا با اسرائیل بجنگیم تو جنگ 73. خط بارله رو تو باید ازش عبور کنی، نه اینکه اون مانعته. استبداد مسئله است، اونی که داره میگه آقا ما این مسئلهمونه باید بتونه اون حلش کنه، اما اگه نتونست حلش کنه معناش اینه که اون ناتوانه. بله منم اینو میدونم که استبداد مسئله است، خیلی چیزای دیگه هم مسئله است، عدم حاکمیت قانون مسئله است، همه اینایی که داریم میبینیم. و اگه حل نشده معناش اینه اگه قرار شد دولت اینو حل کنه، حکومت اینو حل کنه، پس اصلا دیگه منتقد این وسط چی کار است؟ آقای عبدی، اون چه که شما میگید به اینجا میرسه که مثلا زن جوانی که 20 و اندی سال داره و یک مرتبه یک حکم 24 سال زندان میگیره برای مسائل مربوط به حجاب، به گفته اون مقام قضایی بد حجابی، اونه که مسئله است یا اونه که مشکل رو نمیبینه؟ ایراد در اونه و نه در نهادی، در حاکمیتی که میاد 24 سال زندان به اون میده. عملا به این میانجامه این چیزی که شما میگید. اگه این مطلب جنابالی رو بپذیرم، معناش اینه که پس منی که رفتم زندون مسئلم خودم بوده. اینکه اصلا درست، یعنی مثلا مشکل منم که رفتم زندون. به بعد دیگه شما دارید اون رو سرزنش میکنید که نه شما یه وقتی در سطح فرد دارید حرف میزنید، مثلا یه کسی اومده تو خیابون اعتراضی کرده، کاری کرده، هر چیزی که بوده، خب باش برخورد غیرقانونی میکنن، ممکنه تو آبان بکشن یا زندان کنن، اینا رو که ما محکوم میکنیم تو اینه که بحثی ما نداریم، که اینا مسائل ماست، باش اینا رو همه رو محکوم میکنه بدون برو برگرد، هر چیزی که خلاف قانون، تبعیض، نارواست، هیچ سطح اصلا مسئله ای نداریم. اما سوال سر اینه که خب اصلا تقصیر حکومت، میخواین چیکار کنید؟ یعنی چیکار میخواید بکنید؟ باید یه راهی باشه بگیم که چجوری میتونیم از این عبور کنیم. یه سطح دیگه مسئله است. و اگه من حرفی که شما میزنید در مورد عقیده من درست باشه، بعد اول از همه خودم رو باید محکوم کنم که 25 سال 27 سال پیش قبل از همه رفتم زندان. بله. درست نیستش که. بله. آقای خرم، با سیری که شما از آبان 98 به این سو توصیف کردید، سیر از شبه اقتدارگرایی به اقتدارگرایی، نتیجه عملی در انتخابات آینده واضحه. در یک اقتدارگرایی کامل، در یک نظام اقتدارگرایی کامل، انتخابات عملا از حیز انتفاع افتاده دیگه. چنین نتیجه گیری میکنید؟ بله. ببینید، من در حین صحبتم عرض کردم که از الان عملا تکلیف انتخابات های آتی، چون هم انتخابات شورای شهر هست هم ریاست جمهوری، عملا تکلیف هر دو معلومه. اما توجه به این نکته، توجه به این پارادایم شیفت از این نظر مهم هست که نیروهای سیاسی اپوزیسیون قانونی داخل کشور اگر متوجه این پارادایم شیفت نشن، اون وقت در فضای سیاسی کشور سردرگم خواهند شد. اونها باید بدونن که در اقتدارگرایی یک فضای خاکستری وجود داره که امکان کنشگری در اون برای نیروهای اپوزیسیون داخلی وجود داره هست. اما در یک اقتدارگرایی این فضای خاکستری به نفع حکومت سلب میشه.
گرفته میشه. بنابراین فضای بازی اول، اگر ما متوجه تغییر فضای بازی نباشیم نمیدونیم با وضعیت موجود باید چه کار بود. من این رو عرض میکنم، به این جهت عرض میکنم، اگر ما من در بین بخش در دوستان اصلاح طلب خودمون شنیدم ازشون، اگر ما کنشگری سیاسی یا امر سیاسی رو محدود به ساخت قدرت بکنیم، اون وقت با خروج از ساخت قدرت من عملا به تعلیق امر سیاسی رأی دادم. اما اگر مطابق دیدگاه آرنت یا هابرمس من کنشگری سیاسی رو به حوزه عمومی برم که خیلی فراختر از ساخت قدرت هست، اون وقت پس از خروج از حکومت از ساخت قدرت میتونم کنشگری خودم رو در داخل حوزه عمومی انجام بدم و همچنان فعال بمونم. این به نوعی اون پاسخ نکته‌ای که جناب عبدی هم فرمودن که صحبتمون نباید منجر به انفعال بشه. اتفاقا من از این زاویه به سمت فعالیت ببرم، به سمت کنشگری ببرم و این رو جا بندازم که با خروج از حاکمیت که تقریبا داره قدم به قدم رخ میده، ما نباید ناامیدی بشیم، نباید تعلیق هم به سیاسی بهش تن بدیم، باید وارد حوزه عمومی بشیم و کنشگری در اونجا ادامه بدیم. این کنشگری در فضای عمومی اتفاقا با اون بحثی که آقای عبدی هم کردن تا حد زیادی همخوانی داشت. آقای عبدی، شما موافق هستید که به گفته آقای خرم اون فضای خاکستری که برای کنشگران سیاسی ممکن بود وجود داشته باشه این هم از میان برداشته شده؟ اول در مورد انتخابات من عرض کنم، من نمیدونم واقعا 100% چی میشه. الان فرضم همین است که آقای خرم گفتن، اما اینا رو هیچ کدوم دلیل بر این نمیبینم که ما امید نداشته باشیم و فعالیت نکنیم. به چند دلیل، یکیش اینه که بستن فضای سیاسی غیر ممکنه با این وضعیتی که هست، یا حداقل الان تصورمون اینه و مجبوره که حکومت این فضا رو مثال بزنم. اصلا این بحثی که راجع به انتخابات گفته شد، ما انتخابات سال 1400 هر چه قدم یک دست باشه به اندازه انتخابات قبل از 76 یک دست نخواهد بود. اصلا قبل از 76 معلوم بود مردم باید بیان به کی رأی بدن، حداقل زمان آقای خامنه‌ای یا آقای هاشمی خیلی روشن و واضح بود، حتی زمان مرحوم رجایی اینا همه چون روشن بود. بنابراین اما چه اتفاقی افتاد؟ بعد از اون وارد دوره 76 شدیم که معنای دیگه پیدا کرده انتخابات. تازه 76 که اصلا این رسانه ها نبود. بنابراین ما نمیتونیم یه داوری های قطعی بکنیم. اون چی که نتیجه کلی باید به نظرم گرفت اینه که هر اتفاقی بیفته تو انتخابات باید فعال بود، زمین کنشگری رو داشت و کوشش کرد که تفاهم شکل بگیره. من در این تردید ندادم، اینو میتونم، که ادامه وضع موجود غیر ممکنه. حکومت دیر یا زود باید سازش کنه با مخالفاش، اما این مخالفا هستن که همیشه میتونن یه راه به صرفه و مقرون به عقلانیت و جلو پای اون بذارن. اگه اینو بهش برسیم، من فکر میکنم رفتارمون، نگاهمون، گفتارمون و خیلی چیزای دیگه متناسب با این راه بود. خیلی کوتاه اگر صحبتی دارید آقای خرم. بله، ببینید، حالا هم در تکمیل فرمایش آقای عبدی هم در تکمیل عرایض سابق خودم باید عرض کنم، قبل از هفته چرا وقایع سالهای قبل از 76 منجر به اون رخداد در سال 76 شد، رخداد متفاوت با سالهای پیشین خودش، به جهت اینکه نیروهای سیاسی در حوزه عمومی کنشگری خودشون رو تعریف کردند و نهایتا توانستن یک گفتمان ایجاد بکنن، البته گفتمانی که از به اعتقاد من از بعد از انقلاب ایجاد شده بود، ولی این گفتمان رو تقویت کردن و ذیل گفتمان توانستن وارد ساخت قدرت بشن. به اعتقاد من و حالا هیچ چیزی در عالم سیاست قطعیت نداره، اما اگر به احتمال قریب به یقین انتخابات آتی یک دست باشه و نیروهای اپوزیسیون داخل کشور، اپوزیسیون در چارچوب نظام، نتوانند در انتخابات آتی عرضی اندام کنند، باید اون تجربه قبل از 76 رو تکرار بکنن، یعنی بازگردن به حوزه عمومی. در حوزه عمومی باید به بازسازی گفتمانی خودشون بپردازن. گفتمان اصلاح طلبی
چیزی که تحت عنوان گفتمان اصلاح طلبی شناخته میشه دچار ضعف شده، غلبه گفتمانی خودش رو از دست داده و نیاز به بازسازی داره. باید این بازسازی رخ بده تا بتونن در یک مرحله دیگری وارد ساخت قدرت بشن و تحولی ایجاد. شما آیا تکلمه ای دارید بر صحبت های آقای خرم؟ برای اینکه برداشت من اینه که فقط ایشون میگه که وقتی ایشون میگه باید کار در حوزه عمومی انجام داد، برداشتم اینه که ایشون معتقدن باید امید به تغییر در ساختار رو کنار گذاشت برای اینکه نتیجه نداده. این که در حوزه عمومی فعال بود الان هم باید بود. ما چیکار میکنیم؟ هممون همین کارا رو داریم انجام میدیم، توی روزنامه می‌نویسیم، کانال میزنیم، توییتر هست، همه این چیزایی که اینا حوزه عمومیه دیگه. اون چه که مسئله ما هست به نظرم اینه که بهش توجه کنیم. واقعا پاسخ شسترفته‌ای برای اینکه چی کار کنیم وجود نداره. اینو بپذیریم. هیچ کس هم فکر نکنه اون چه که میگه 100% درسته و باید درست بشه. باید سعی کنیم که با حسن نیت با همدیگه گفتگو کنیم برای خروج از این وضعیت. این رو اگه بپذیری من فکر میکنم اصلا گفتگو بینمون شکل بگیره. حالا منظور من گفتگو نشستن و صحبت کردن نیست، تو عرصه عمومی هم گفتگو با نوشتن و اینا شکل میگیره. اگه این کار رو انجام بدی من فکر کنم که تفاهمی حداقل در درجه اول بین منتقدین شکل خواهد گرفت و در درجه دوم اینم یقین داشته باشیم، من شخصا یقین دارم، اینطوری بهش نگاه میکنم، که ادامه این راه غیر ممکنه برای حکومت. دلایلش هم متعدده. همه شاخص صدر و اوضاعش خراب میشه. فکرم نکنیم که دولت هم نه حکومت هم نه فکر کنه با آوردن یه نفر میتونه اینا رو حل کنه. اگه با آوردن کسی میتونه حل کنه باید پاسخ باشه که چرا این فرد رو آورده که نمیتونه حل کنه. بله. مسائل کشور و جامعه با آوردن زید و عمر حل نمیشه، فقط اونم یه لازمه. بنابراین باید بعین باشیم که این به بنبست برسه. دوم این که ما آماده باشیم همیشه یه رای مناسبی رو جلوی پای حکومت برای تفاهم بذاریم. بسیار خوب، خیلی ممنونم. به آخر پرگار این هفته میرسیم. ممنون از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمانهای برنامه امیر خرم و عباس عبدی. پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر می‌کنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه‌ها زودتر ببینید. تمام برنامه‌های پرگار از جمله پادکست پرگار روی صفحه برنامه در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه ضمناً روی کانال تلگرام بی بی سی فارسی هم هست. شب و روز بر همه شما خوش.